در این اواخر و نوشته شده است در این متن و خود به خود در صحبتم با کتاب فروشم و خطاب به او و خانمش حضور داشت، گفتم شاید حضرت مسیح واسطه شده، چون مانند حضرت مسیح من خلع بدن شدم، مگر بلاهایی که به سر من آوردن در روی خاک مسیح انجام نشد. امروز با خودم گفتم به حد حضرت مسیح اطلاع داشت از مذاهبه اشتغال در مدرسه مهندسی در شهر لیل در فرانسه. نمی دانستم که مدارسی مهندسی که خصوصی هستند در فرانسه مذهبی هستند. شاید نه تمام آنها. 5 مصاحبه یکی بعد از دیگری گذراندم و مدیر مؤسسه آخرین نفر در دفترش صلیب به دیوار داشت. از من سوال کرد مذهبم چیست و من پاسخ دادم که والدین ما را آزاد گذاشتند. به من گفته بود مراسم مذهبی دارند و استادان بایستی در آنها حضور داشته باشند. دست مرا به سردی فشرد و حتی پاسخ منفی برای من ارسال نشد، حال آنکه هزینه رفت و آمد با قطار را پرداخت کرده بودم و هیچ کمک مالی اداره کاریابی به عهده نمیگیرد در فرانسه در این مورد. دوست الجزایری من آتش گرفت و گفت آنها فقط میخواستند تو یک مذهب داشته باشی و بایستی میگفتی مسلمان هستند و پست را به تو میدادند. شاید منتها یک مرد که به تنهایی از من مصاحبه کرد مرا خورد کرد با هر موضوعی و هر بار میخندید از زن بودنم، از اینکه حقوق این پست که من کاندیدای آن هستم آنچنان ناچیز است که برای او کافی نیست که 5 فرزند دارد، و کارت هویت مرا خواست به بهانه و از آن فتوکپی گرفت. در اصل بهانه فتوکپی گرفتن برای این بود تا بداند فرانسوی هستم یا نه. همیشه فرانسوی های سطح بالا در گیومه سطح بالا از نظر فرهنگی به من گفته بودند که خیلی خوب فرانسه صحبت میکنم. اینطور به نظرم میآید که همزمانی در تجربه نفسانی که کلمه اش را یوم بنیانها نهاده سنکرونیسیته به زبان فرانسه حد در گوگل فرانسه خواندم، این اواخر همزمانی شدن با زمانی است با دیگران، با قدیسان. در این مورد خارج شدن حضور پدر من از قبل من در خاک دانشگاه هم با تجربه صحنه در 13 نوامبر 2018 که حضور حضرت مسیح بوده برای وساطتش. جوری در آن صحنه بود و در داستان زندگی نمونه دوم تماما نوشتم که جوری خداوند بود. یک نفر سیاه‌پوش پشت میز مستطیلی طویل نشسته و از پشت دیدمش. قبر من خط تیره، قبر مسیح خط تیره، خاک مسیح خط تیره، متن شوره خط تیره، متن مسیح خط تیره، حضور خداوند به واسطه عیسی مسیح. مسیح واسط شد در حالی که من از پدرم کمک خواسته بودم. بابا از من و تو کدام ما قوی ترین؟ همزمانی که تشخیص حضوری در پیشانی من بود در 13 نوامبر 2018، هم می دید چشم، هم می نوشت دست، هم خود سطح بود که بر روی آن می نوشتم سنگ قبرم، پیشانی من در دانشگاه پاریس هشمنسن. آسان نبود این تشخیص و تنها با جدا کردن هر جز در از این کل به هم ورد شده که این حضور بود توانستم به همزمانی دیدن خط تیره نوشتن با پیشانیم در حالی که با چشمم اکران کامپیوترم را در روبرو داشتم که در آن فایلی می نوشتم باز شدن فضایی سقف همان سالنی که در آن در دانشگاه من را دکترا را دفاع کرده بودم را می دیدم. راما کیست؟ می پرسی راما چیست؟ من می توانم معنی این واژه را برایتان توضیح دهم، ولی در این صورت تکرار این اسم تقریبا برایتان بی ثمر خواهد بود. ولی اگر ابتدای این نکته را درک کنید که راما همان کسی است که شما در صدد پرستش او هستید و سپس نام او را به تکرار بر زبان آورید، آنگاه گنجینه وفور و فراوانی بر شما گشوده خواهد شد. ممکن است مثل توتی نام او را تکرار کنید، با این حال همین تکرار هم به حالتان مفید خواهد بود، چرا که برخلاف توتی در پس تکرار شما هدف و مقصودی پنهان است. به این ترتیب به نماد هم نیازی نخواهید داشت. تولاسیدای نیز بر این اعتقاد است که نام راما قدرتمندتر از خود راماست و میگوید بین واژه راما و معنای این واژه
رابطه‌ای وجود ندارد. محتوای معنایی آن را بعداً خود مؤمن بر اساس ماهیت ایمان خود پر خواهد کرد. صفحات 254 255 کتاب گاندی بایستی نیایش باشد. این بار توجه هم از جمله بنبود رابطه و خود کلمه رابطه جلب شد و یاد تلفظ این کلمه افتادم و فکر میکنم 1997-1998 بود و ثبت نام در دکترا داشتم و در دپارتمان علوم تربیتی در دفتر دپارتمان علوم تربیتی بودم و استاد یهودی، اولین استاد که مرا با پایان‌نامه سال چهارمم شناخته بود، آنجا بود و خود به خود گفتم آنچه مهم است رابطه است. پاسخ نداد و مرا نگاه کرد. در 2009 بود که تصادفی سایت ایران امروز را شناختم و تصادفی مقاله شیرین دقیقیان ناگفته بود در نادیدار همچه تیتری در مورد مختن بوبر فیلسوف آلمانی بود که رابطه برایش اساسی است و در مورد او نوشته شده بود و اینکه شارحانش در نظر می گیرند که در 3 سالگی مادر او را رها کرد و در 30 سالگی یا 31 سالگی مادر را دید و این دیدار نادیدار بود چون حسی بین مادرش و او از طرف مادرش وجود نداشت. مادر را کنار گذاشت. پس معنی کلمه مادر به مادر حضور نمی دهد. حضور و واژه یکی نیست. حضور ثالث است. واژه خط تیره حضور خط تیره معنا. در همین لحظه خط قبلی را نوشتم. حضوری. بارها به یادم آمد جمله هم در این متن. 22 ژانویه 2020 باید بایستی باشد. کسی نمیتواند قبر مرا باز کند و متن مرا بخواند مگر حضوری. و لحظاتی پیش دانستم معنی کامل تر از قبل این است که آنچه ممنوع شده خواندنش توسط قدرت انسانی در فرانسه غیر قابل دسترس است برای خواننده معمولی، چون زبان نوشته من زبان نفس است. همین لحظه متوجه شدم چه داشتم می نوشتم و دنبالهش این است. نوشته من برای کسی و کسانی که دارای تجربه نفسانی هستند قابل فهم تر است. یعنی ندانسته اینطور می نویسم. به این دلیل است که در این لحظه فهمیدم که زبان کتاب مقدس هم اینطور هستم. وقتی ته دریا خشک شد و چشم ماهی می درخشد یعنی چه؟ حتی پاسخش زهر چشم خدا باشد از انجیل است در کتاب یونگ ماهیت روان و انرژی آن. پس باطل است حکم انسان ها، خطی تیره نهاد دولتی علمی فرانسه برای ممنوع کردن انتشار دکترای من، چون پروردگار باطل کرده بود آن حکم را. قبل در گیومه قبل از آن که آنها در مورد من برنامه بریزند، مرا شکنجه روحی دهند و در آخر کار تحقیق مرا ممنوع کنند از انتشار و سپس تصادفی آن را 2 سال بعد از دفاع دکترایم بدانند و 2 نامه سفارشی برای پرزیدان دانشگاه بنویسم و دلیل این تصمیمشان را بخواهم و پاسخی داده نشود. به این دلیل است که پرزیدان جوری من گفت برای خواندن متن شهره بایستی تغییر دید داد. مدام اضافه میکنم در این لحظات گو بایستی رفت بیرون آمد بیرون، چون وجودی خط تیره نفسانیست نوشته من و اینکه تنها زن جوری دکترای من هم به حد نتوانسته بداند که زبان انفوسی است، در صورتی که استادی که نامش را روی دکترای من گذاشته است به دلیل حضورش در دپارتمان انفورماتیک برای دوره سال 5 انفورماتیک و اتنومتدولوژی به دلیل اینکه بر پایه دانش ویگنشتن مکتب جامعه شناسی اتنومتدولوژی بنا شده مقداری دانش در مورد زبان انفوسی دارا بوده است و به حد در گروه های سری در غرب آموزش داده می شود به خودی ها رمزگشایی. منتها باز هم کاملا نمی توانند رمزها را باز کنند. اگر رمزگشایی نکرده بودم دلیل ارسال داستان زندگیم نمونه دوم برای ناشری که 580 یورو از 2200 یوروی پرداختی به دلیل صحیح کردن متن کسب کرده بود ولی متن را به من برنگردان، در صورتی که در قرارداد فصل
نوشته شده بود این شرط فسخ است، برایم مشکل می شد فهمی که دقایق پیش در مورد تجربه نفسانیم و ممنوعیت انتشار دکترایم حضور داشت و نوشته شده است در بالا. از طرف دیگر جمله‌ام که در بالا آوردم نوشته شده در 22 ژانویه 2020 جای خود را دارد در رمزگشایی. بدون استدلال نوشته می شود این متن و آن را بازخوانی نمی کنم برای نوشتن آنچه بعد می آید و دقیقا خصوصیتی است که خود به خود و برای اولین بار بیانش کردم برای آقا و خانم کتاب فروشم 10 روز پیش در مورد نوشته دکترایم گفتم و اضافه کردم چه اعتمادی. خصوصیت متن حاضر به حد در حین رمزگشایی آفریدن رمزهای دیگر است. رمزهای مانند همین جمله هم در بالا نوشته شده در 22 ژانویه 2020. همین قسمت که نوشته شده در 22 ژانویه 2020 که خطوطی از آن را در بالا آوردم همچنین مرا به سمت وساطت عیسی مسیح در مورد به وجود آمدن تجربه نفسانی هم هدایت کردند و کتاب یونگ که دیروز خرید کردم قوت می دهد به تایید این مطلب. خطوط این کتاب یونگ را در بالا آوردم، کتاب روانشناسی و کیمیاگری. به نظر من و طی این چند روز با خودم گفتم بایست این زبان انفاسی باشد که در غرب علوم را به وجود آورده است و یادم آمد در این لحظات از ایناشفمان، مفهوم کنسپت ایناشفمان که کیرکگرد آن را ساخته است و جزء واژه های استادان دانشگاه ما بود در علوم تربیتی و علوم سیاسی. معنی این کنسپت ناتمامی است، پروسس به وقوع می پیوندد و جریانش ناتمام به سوی تمام است، معنایی که من از آن می دهم. یعنی پیوسته نیاز به تکمیل کامل شدن هر چیز، یعنی زندگی و فرقش با ماشین که مکانیکی عمل می کند و نیازی به جستجو، فهم، معنا، آفرینش ندارد. یادم آمد همزمان که این خطوط را می نوشتم در متنی به زبان فرانسه که بایستی سال پیش یافته باشم در مورد ویگنشتن و فونکسیون حقیقت که کیرکگرد را دوست داشته است ویگنشتن و فردی دیگر را که یاد نامش یادم نیست. حس کردم همان لحظاتی که شروع به نوشتن در بالا نمودم در مورد معنی ظهور صحنه در 13 نوامبر که متن دکترای من ممنوع شدنش از قبل از طریق پروردگار باطل شده بود، چون سطح زمان خط تیره زبان انفوسی است که قلعه بدن بودن مسیح بایستی این چنین معنی داشته باشد. بدن لطیف مسیح را حضار می دیدن در روی صلیب و دچار توهم شده بودند که بدن خاکی مسیح است و حضرت مسیح قبل از به صلیب کشیده شدن توسط پروردگار به آسمان برده شده بود. در کتاب‌های قرآن خواندم این معنا را در مورد به صلیب کشیده شدن مسیح که در مقابل معنای حلول قرار می‌گیرد و قرآن نه با نظریه حلول بلکه با نظریه به آسمان برده شدن مسیح موافق است. از دهان مسیح آمده است در کتاب قربان من زرش‌هایی کشیدم و شما از آن بی‌خبرید. برای من این معنی دارد که نفس انسان جلوتر از زمان کرونوس ساعتی انسان زندگی می‌کند و زندگی ساعتی خاکی تأخیر دارد. این نکته را حس کرده و نوشتم در این متن در مورد کنسپت سیمولتانیته، یکی از کلماتی که دوست داشتم و وجود مرا به خود جذب کرده بود. تولد ثانوی پس تولد در عالم مثال است که در زندگی روزمره به صورت این متن نوشته می شود. خودش را به فرد می شناساند. نفس فرد رهایی یافته از داستان زندگیش، سراسر دروغ، جنایت های گوناگون، به قتل رساندن های گوناگون وجودش به دست این و آن، این و آن حاضر در این متن. دیروز خواندم 3 فوریه 2020. دیروز خواندم در کتاب دومی که از یونگ می‌خوانم، روانشناسی و کیمیاگری نام دارد، که آتش به نوعی مسیح است، تجسم مسیح، سه نقطه سنگ گور است و جرقه از این سنگ است که در غار که بدن مسیح در آنجا بود را برای ورود و خروج بسته بود چندین بار سنگ بیان می شود و اینکه مسیح در آدم ادغام شده است.
در کتاب یون در بالا نام برده شده برای معنای پنوما جستجویی در گوگل انجام دادم. چون کتاب را از ابتدا نخوانده بودم در آن ایام. امروز 8 آوریل 2020 است و در بخش‌های قبلی کتابش یون شرح‌هایی داده است در رابطه با پنوما پرانتز بسته. و این پاسخ برایم جالب است چون در رابطه با انتلکت است. به معنی شناخت حقیقت که گنوسی ها در جستجویش هستند. به معنی باطن نیروی زندگی. واژه آخری به جنبش فکری فلسفه دولست تعلق دارد و برای من معنی شادی در ضمن یکی از کلمات دولوز است. در مورد زندگی در مقایسه انتقاد تفکر فروید که مرگ در آن جای اساسی دارد. متن از گوگل فرانسه در مورد کلمه پنوما. پنوما واژه یونانی یعنی نفس و بست یافته یعنی روح در جهانشناسی گنوستیک. بذر حیاتی تفکر در عالم. آیا همان شهود تصویری خط تیره تنی قیف دو قیف دو مثلث تاش شده ساعت شنی نیست که در موردشان نوشتم؟ در این متن به فارسی و به فرانسه و البته همان شیپورزی است که فرشته بر سر شخصیتی که در گور نشسته و پشت میتوان دیدش میگذارد در مورد عدد 13 و عدد 21 در تاروی مارسی. متنی از گوگل فارسی در مورد نفخ در سور. لفظ سور در 10 بار در قرآن مجید آمده و همه درباره قیامت است. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد سور سوال شد. فرمودند شاخی از نور است که اسرافیل به دهان می‌گیرد و یک طرف آن تنگ و طرف دیگر آن گشاد است و صورتی نورانی دارد. و این قسمت از متن بالا مردن یا بهتر بگویم در گور زنده به گور کردن من است با تکمیلش در مرتبه آخرش ممنوعیت خوانده شدن متن دکترای من از راه دور و چه بسا حضوری. خلع بدن من در نفخه اول و معاد من با نفخه دوم. ادامه آمد به زبان فارسی از گوگل. متکلمین شیعه معتقدند که پس از نفخه اول ارواح و اجسام به کلی از میان نمی روند بلکه اجزای جسمانی از هم می گسلند و با نفخه دوم دوباره پیوند می خورند و زنده می شوند.